سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. خب دوستان، توی ویدیو به درخواست شما دوستان آموزش کیف پول تراست ولت رو بدم که حالا یه ارسال یا برداشتم انجام میدیم که آموزش کامل تکمیل باشه. خیلی از دوستان توی بخش کامنت های یوتیوب و کانال تلگرام میپرسن که بهترین کیف پول الان کدومه و راحت ترین کیف پول کدومه و کیف پولی که بیشتر کوین ها رو ساپورت کنه، که حالا من خودم تراست ولت رو پیشنهاد میدم. البته برای ربات های تلگرامی که بر بستر تان استفاده میکنن، همون تان کیپری که قبلا معرفی کردیم مناسبه. این کیف پول برای کوین های دیگه ای هست که مثلا ما آموزش پپر رو گذاشتیم، آموزش ماین تیاریکس و شیبا رو گذاشتیم که این کیف پول ساپورتش میکنه. هدف این کیف پول برای اون ویدیو هاست، چون توی اون ویدیو بیشتر دوستان درخواست دادن. حالا من گفتم این ویدیو رو بسازم که یه آموزش کلی باشه برای همه دوستانی که میخوان یه کیف پول مناسب داشته باشن. حالا بریم که با هم شروع کنیم. خب دوستان، همینجا که میبینید من وارد سایت تراست ولت میشم. همینجا که میبینید اینجا برای ویندوز هست، برای موبایل هم هست. برای موبایل که هم اندروید ساپورت میکنه هم iOS رو. برای ویندوز اکستنشنی که روی مرورگرها میشینه، نیا کنید مثلا گوگل کروم، بریو، ایج و اپرا رو ساپورت میکنه. حالا فایرفاکس متاسفانه اینجا نزده که ساپورت کنه، ولی من روی کروم نصب کردم، راحت داره جواب میده. حالا توی این ویدیو هم روی اندروید تست میکنیم هم روی کروم که دقیقاً بدونید به چه صورته. این سایت اصلی خود ولته که کوین‌ها رو زده که چی ساپورت میکنه و کامل توضیحاتی در مورد خودش داده که میتونید بیاد اینجا دقیقاً ببینید. این سایت اصلیشه که trustwallet.com هم هست. این سایت اصلیش بود، بریم سراغ خود ولت. خب دوستان، اولین کاری که شما برای این ولت باید انجام بدید اینه که نسبت به سیستم عامل گوشیتون این ولت رو دانلود کنید. الان مثلا من اینجا سیستم عامل اندروید دارم، توی گوگل پلی تراست ولت رو دانلود کردم و اینجا صفحه اصلیش همجور که می‌بینید، من اینجا گت استارت رو می‌زنم و اینجا میگه که ولت قبلا داشتی یا می‌خوای جدید بسازی. حالا من اینجا می‌خوام یک ولت جدید کامل بسازم که دقیقاً متوجه بشید. اینجا روی create new wallet رو میزنم. اینجا بکاپ گوگل درایو داره و بکاپ منوالی. نگاه کنید اینجا میره تو گوگل درایوتون ذخیره میشه و دوباره اگر خواستید میتونید بیاید اینجا از طریق گوگل درایوتون اتصال پیدا کنید. اگر چند تا ایمیل روی گوشتونه باید مراقب باشید که بدونید روی کدوم ایمیل میشینه. حالا من اینجا بکاپ دستی رو میزنم، بعدا توی برنامه بکاپ گوگل هم میگیرم که دو تا بکاپ داشته باشم و خیالم راحت باشه. اینجا بکاپ دستی رو میزنیم و اینجا قوانینش رو به ما میگه، ما همش رو تیک میزنیم و کانتینیو میزنیم. همینجا که میبینید اینجا 12 تا کلمه به ما میده که اینا کلمات امنیتی ما هستن. اینو جز خودتون هیچ کسی دیگه نباید داشته باشه. یعنی هر کسی که به این کلمات دسترسی داشته باشه، دسترسی کامل به ولت داره. یعنی راحت میتونه وارد ولتتون بشه و تمام کویناتون رو انتقال بده. پس اینو مراقب باشید، یه جایی یادداشت کنید یا اینجا کپی تو کلیپ بورد رو بزنید و یه جایی ذخیرهش کنید. حالا اگر روی گوشی دارید استفاده میکنید، نمیذاره اسکرین شات بگیرید از صفحه که بخواید نگهش دارید. میتونید مثلا حالا با یه گوشی دیگه عکس بگیرید یا حالا اگر روشی دیگه سراغ دارید با اون روش‌ها این کلمات رو نگه دارید. ولی مهمه که این کلمات رو چند جا داشته باشیدش که گم نکنید. مثلا اینا رو کپی نکنید، ذخیره کنید توی هارد کامپیوترتون. اگر مشکل برای هاردتون پیش بیاد دیگه اینا رو کامل پیدا نمی‌کنید. حالا خوبیش اینه که توی گوگل درایو هم ذخیره میشه، ولی امنیتش میاد پایین‌تر. شما اگر ایمیلتون یا حالا گوگل درایوتون جای باز باشه، شاید بتونن دسترسی داشته باشن و استفاده کنن. این دیگه یه مقدار نکات امنیتی که حتما باید مد نظر داشته باشید. حالا من اینو کپی تو کلیپ بورد میگیرم. البته اصلا نمیخوام از این ولت استفاده کنم، فقط برای آموزش من کپی تو کلیپ بورد میزنم و اینجا کانتینیو رو میزنم. خب دوستان، توی مرحله بعدی که میاد ازتون یه سوال میپرسه ببینه شما واقعا اینا رو نوشتید یا نه. الان گفته کلمه 1 4 7 10 رو به ما بگو. حالا من اینجا نگاه کنم ببینم کلمه 1 4 7 10 کدومه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، این 12 تا کلمه است. یکیش که دقیقا میشه element، بعد element رو انتخاب کنم. کلمه 4ش اینجا 1 2 3 4 میشه این کلمه و 7م 1 2 3 4 5 6 7 میشه این کلمه و کلمه 10 هم میشه این. اینجا دیگه مطمئن میشه که شما دقیقا درست نوشتید و درست ذخیره کردید. من کانتینیو رو میزنم و حالا همینجور که میبینید میگه که یک پسورد بذار که امنیتش رو تأمین کنیم. 1 2 3 4 5 6 رو من میزنم. خب دوستان، این صفحه شروع ما است. همینجور که میبینید خودش هم گفته ویلکام و استارت کنید و استفاده کنید از این ولت. حالا اینجا نسبت به کوینی که شما میخواید انتقال بدید یا برداشت کنید میتونید کویناتون اضافه کنید. همینجور که میبینید اولی که وارد میشید چند تا کوین رو بیشتر اینجا ساپورت نمیکنه. شما اینجا میتونید منیج کریپتو رو بزنید و هر کوینی که دوست داشتید رو اضافه کنید. به عنوان مثال من سولنا رو میخوام. الان دلیلی که دارم میگم سولنا هم بهتون میگم، نکنید من اینجا سولنا رو میزنم. دلیلش هم اینه که الان تپ سواپ
یه تسک داده که گفته آدرس ولد سولناتو بده، یه قوره کشی داریم، حالا مثلا مقداری سولنا براتون واریز میکنیم اگر برنده بشید. که الان این تسک هم اینجا همینجا بهتون نشون میدم. دیدید که بعد منیج کریپتو رو بزنیم و سولنا رو اد کنیم و اینجا من یه بک میزنم. همینجا که ببینید سولنا برای من اینجا اضافه شد، من باید بیام واردش بشم و اینجا ریسیو رو بزنم، یعنی دریافت. ریسیو رو میزنم، کپی میکنم. حالا نگاه کنید اینو بعد کجا بزنیم. حالا خوبی که این یه آموزش هم باشه برای دوستانی که میخوان الان استفاده کنن. خب دوستان همینجا که ببینید من وارد تپ سوآپ، وارد تسکش میشم. نگاه کنید اینجا توی تپ سوآپ که میام یه تسک جدید داده اینجا میبینید. اینجا گفته که آدرس ولت سولنا رو بده و آدرس صرافی هم نباشه، یعنی باید آدرس کیف پول بدید. به خاطر همین من گفتم که این آموزشو بذارم که دوستانی که کیف پول سولنا ندارن از این طریق بتونن استفاده کنن. این کیف پول رو اینجا میزنیم و این تسکو هم انجام میدیم و حالا دیگه وارد قوره کشیشون میشیم. حالا من خودم هنوز تحقیق نکردم ببینم چه جوریه، توی کانال حتما به دوستان اطلاع رسانی میکنم. خب اینو داشته باشیم، اینو فهمیدیم دیگه. اینجا آدرس ولتتون رو کپی میکنید. این شد آدرس ولت سولنا شما. حالا نکته خیلی مهم، برگردیم توی تراس ولت. میبینید من دوباره برگشتم توی تراس ولت، الان میگه که رمز ورود بده. من رمز ورودو میزنم و وارد میشم، همونجا هم میارمون. حالا یه نکات خیلی ریزی هم داره. بعضی مواقع شما مثلا میخواید یه کوین رو انتقال بدید، به عنوان مثال شیبا، بهتون میگه که شیبا بر بستر مثلا TRC20، اون موقع باید چیکار کنیم؟ اینجا دوباره دقیقا میام توی منیج کریپتو میزنیم و اینجا شیبا رو انتخاب میکنیم. شیبا همینجا که ببینید شیبا اینا رو که میزنیم نوشته بستر اتریوم و بستر BNB. بستر BNB دقیقا میشه همون TRC20 یا BSC، یعنی دقیقا میشه بستری که از طریق اسمارت چین BNB استفاده میشه. که من شیبا رو میخوام، حالا مثلا TRX رو میخوام، چون توی پیج خیلی TRX رو استفاده کردیم. TRX بر بستر ترون، میبینید TRX رو اضافه میکنم، یا حالا هر کوین دیگه ای که میخواهید انتقال بدیم. مثلا من اینجا USDT هم بزنم، چون USDT هم زیاد استفاده میشه. USDT رو میزنم، اینجا میبینید USDT بر بستر اتریوم داره، بر بستر ترون داره و USDT مثلا اینجا بستر سولنا هست که بالا گفتیم فکر میکنم. آها من دنبال این بودم. حالا من خودم USD رو بیشتر بر بستر BNB استفاده میکنم. این مثلا هزینه انتقال رو 6 سنت میگیره، USDT از 1 دلار تا 2.5 دلار میگیره، اتریوم که اصلا بالای 5 دلار، اصلا فکرش هم نکنید. ولی الان بستر ترون رو من نیاز دارم و بستری که BNB باشه. این دوتا رو اضافه میکنم دقیقاً. و حالا هر کوین دیگه بالا مد نظرتون میتونید برید استفاده کنید. میبینید برای اضافه کردنش هم دیدید که تنها کاری که داریم این گزینه رو فعال کنیم، اینجا برامون توی صفحه اصلی فعال میشه. نگاه من بک میزنم میام توی صفحه اصلی. خیلی هم جالبه که همینجا دقیقاً قیمتا هم اینجا مثلا برامون میزنه، مثلا نسبت به بیت کوین و ماتیک و اتریوم و اینا رو برامون میزنه که دقیقاً قیمتا هم میتونیم اینجا بیام چک کنیم. الان مثلا میبینید TRX هم برای من قیمت زده، میگه چقدرم رشد کرده. تا اینجا همه کاری که ما داشتیم بود. حالا نگاه کنید، به عنوان مثال شما توی یه اپلیکیشن میخواید شیبا انتقال بدید. الان تا اینجا ما تقریبا یه چیزایی دستمون اومده و آموزشو کامل داریم. حالا نگاه کنید من اینجا دقیقاً بهتون بگم، مثلا شما میخواید بیت کوین، حالا من یه چیزی بگم که بیشتر باش سر کار ده. به عنوان مثال یه مقدار USDT دارید میخواید انتقال بدید، روی این USDT کلیک میکنید. اینجا ما گزینه سند داریم، گزینه ریسیو داریم. سند برای ارسال، شما مثلا مقدار USDT اینجا دارید میخواید ارسالش کنید برای شخص دیگه، سند رو میزنید، آدرس ولت شخص مورد نظر رو میزنید و اینجا اندازه‌ای که میخواید بفرستید. مثلا من میخوام 10 دلار بفرستم مثلا به این آدرس، میبینید 10 دلار رو میخوام بفرستم به این آدرس بر بستر TRC20. اون شخص مورد نظرم باید حتما بسترش TRC20 باشه. اگر بستر دیگه ای باشه کوین شما گم میشه، توی اکثر مواقع هم دیگه نمیتونید برش گردونید، حالا مگر در شرایط خاصی بتونید کاری بکنید، ولی اکثرا دیگه نمیشه کاری کرد و کوین شما گم میشه و میسوزه. بعد این گزینه ها رو حواستون باشه. حالا حتی آدرسی هم که میخواهید بزنید، آدرس شخص مورد نظر باید درست دقیق چکش کنید، یعنی اون شخص مورد نظر اگر آدرس صرافیه یا اگر آدرس ولته، از خود آدرس ولت مثل اینجا نیا کنید، بیاد توی رسیو این کپی رو بزنه، خودش مثلا دستی ننویسه که اشتباه بشه، اینجا کپی رو بزنه، دقیقاً شما هم کپی بزنید که هیچ کلمه ای اشتباه نشه. البته بعضی مواقع وقتی میخواید انتقال بده اگر کلمه ای اشتباه باشه بهتون میگه آدرس ولت صحیح نیست، ولی باز هم باید مراقب باشید. خب این شد برای ارسال. حالا توی ارسال یه نکته خیلی مهمتر داره. بعضی از کوین ها هستن مثل تان کوین، هم آدرس ولت میخواد هم آدرس ممو میخواد، یعنی دو تا آدرس دارن ولت ها. ببینم حالا من اینجا اگر تان کوین رو داشته باشه بهتون بگم خیلی جالبه. من اینجا میرم تان رو میزنم، تان کوین داره،
خب من تان کوین رو میزنم، ببین تان کوین بر بستر بی ان بی هم داره، ولی حالا من همون تان رو میزنم و اینجا برای من اضاف میشه تان کوین، بازش میکنم و سند رو میزنم. ببینید اینجا یه آدرس ولت داریم، یه آدرس ممو داریم. حالا اینجا مثلا بهش میگه ممو، ولی شاید اسمش فرق کنه. فقط بهتون بگم که دو تا آدرس داره. مثلا اگر از این کوین به صرافی کوینکس میخواهید بفرستید، اگر آدرس تکی بزنید و ممو اشتباه بزنید یا ممو رو نزنید، کوینتون باز میسوزه و گم میشه. خیلی مراقب باشید. اینجا آدرس رو میزنید به عنوان مثال، و اینجا هم آدرس ممو هم اکثرا مثلا 7-8 کلمه بیشتر نیست، یه آدرس اینجوری میشه، و اینجا هم مقادیر ارسالی رو به عنوان مثال میزنید. میبینید به این صورته. توی تان مراقب باشید. از عمد هم من تان رو گفتم، چون این روزها تان رو بورسه به خاطر ربات هایی که موجود هستن. این ممو رو مراقب باشید. خب تا اینجا تمام چیزا رو اکثرا یاد گرفتیم. یک گزینه بای داره که برای ما توی ایران فکر نکنم کاربردی باشه. بعد مستر کارت و کارت های اونجوری داشته باشیم که فعلا ما نداریم. گزینه سل هم داره که من به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم خرید و فروش ها رو توی ولت انجام بدید. خرید و فروش هاتون رو فقط توی صرافی انجام بدین، چون توی صرافی ها قیمت ها به لحظه است و قیمت ها به روزه. این پیشنهاد من بود. حالا از نظر فیلتر بودنم فکر نمی کنم که اصلا کلن فیلتر بشه، حالا برای من که مشکلی نداشته، چون اینا کیف پولای غیر متمرکزن، احتمال داره که مشکلی نداشته باشه کامل. حالا گزینه بعدی هم که حالا اینجا هست بهتون بگم، الان چون که من روی موبایل نیستم درست نمیشه این گزینه رو بهتون بگم. مثلا شما میخواید یه کوینی برای یه نفر انتقال بدید و کنارتونه اون شخص هم مثلا همین ولتو داره، شما با QR کد هم میتونید براش ارسال کنید. مثلا این گزینه رو میزنید، میبینید با دوربین گوشیتون QR کد ولتشو اسکن میکنید و از این طریق هم میتونید ارسال کنید و به این صورت هیچ وقت دیگه اشتباه نمیشه. خب حالا ما چیکار کردیم؟ بک بزنم. خب بک، خب درست شد. توی این قسمت هم که میبینید هیستوری زده، میتونید تاریخچه انتقال و دریافتاتون رو ببینید که فعلا کیف پول من هیچ اتفاقی براش نیفته و این قسمت رو نمیتونیم ببینیم. خب دوستان حالا با هم بریم یه انتقالم انجام بدیم که دقیقاً دستتون بیاد به چه صورته. بریم که با هم شروع کنیم. خب دوستان الان من اومدم روی ویندوز، یعنی روی گوگل کروم همینجوری که می‌بینید، چون روی کروم گفتم که به صورت اکستنشن نصب میشه و یه افزون است. من اینجا تراس ولتمو میزنم و رمزمو بعد اینجا بزنم، آنلاک رو میزنم. همینجوری که می‌بینید الان اینجا به این صورت دیگه. من توی این ویدیو میخوام شیبا رو انتقال بدم. حالا قبل از انتقال من یه نکته بهتون بگم. میبینید ما اینجا یه گزینه داریم به نام NFT و مثلا یه گزینه دیگه شاید بعدها بیاد اینجا و مثلا بهتون بگه شما فلان مقدار برنده شدید، بیا این سایت رو کلیک کن، یا مثلا یه آدرس ولت بهتون میده میگه کوینتون رو بفرستید اینجا، من کوینتون رو دو برابر میکنم. اینها همش اسکمه، مراقب باشید. فقط کار خودتون رو بکنید. توی بخش NFT و اینا هیچ کسی نمیخواد به شما جایزه بده. همین اول بهتون میگم خیالتون راحت باشه. اگر کسی میخواد جایزه بده رو همین حسابتون میاد. توی این قسمت NFT خیلی تقلب میشه. مثلا میزنه تراس ولت جایزه گذاشته، بیا مثلا فلان تومن بزن به این حساب، یا روی این لینک کلیک کن. روی لینک کلیک میکنی کامل دسترسی ایجاد میکنه برای اون شخص و کامل حسابتون رو خالی میکنه. فقط کار خودتون رو بکنید. اینو مد نظر داشته باشید. خب الان من میخوام شیبا انتقال بدم. شیبا بر بستر BEP20 BSC ستاش یکیه، همش یعنی یه دون است بر بستر BNB اسمارت چینه. ما اینو میزنیم. همینجوری که ببینید من قبلا انتقال هایی دادم و اینجا دقیقا میتونیم ببینیم. گفتیم که برای انتقال فقط ریسیو رو میزنیم، آدرس رو گفتم همیشه کپی کنید، اینجوری کپی نکنید که اشتباه بشه. اینجا قشنگ براتون گذاشته کپی، کپی رو بزنید. خب من الان میخوام از برنامه ترونو اپ انتقال بدم. من اینجا یه ریفرش بدم که کامل کوینا یه جا بشه. 32 میبینید یکم اضافه شد، 328,000 تا میخوایم انتقال بدیم. من سند رو میزنم. اینجا آدرس ولت BEP20 میبینید من بستر رو حتما چک میکنم. گفتیم که 328,000 328,000 تا سند. سند ساکسسفول. دوباره برمیگردم که اینجا انتقال داده بشه. 328 میبینید کامل برای من انتقال داد. اینو میبندم، اینم میبندم. فعلا الان یه مقداری زمان میبره که اینجا برای من بشینه. همینجوری که میبینید الان من 1,488,000 تا کوین دارم و شده نزدیک 26 دلار. حالا اونم بیاد بشینه ببینیم به چه صورته. الان یه مقدار من اینجا اونم رفرش بدم،
با این سرعت نمیاد، احتمالاً بالای 10 دقیقه طول میکشه. حالا من ویدیو رو استاپ میکنم، وقتی که نشست تو حساب دوباره برمیگردیم. خب دوستان، نزدیک 10 دقیقه تا ربع ساعت طول کشید برای من که بشینه به حساب. حالا همینجا که میبینید من وارد میشم، 328000 تو برای من نشست و اینجا میتونید هیستوری رو کامل ببینید. حالا اگر من بخوام اینو ارسالش کنم به یک کیف پول دیگه، اینجا من سند رو میزنم و اینجا دقیقا میتونم آدرس اون شخص رو بدم و اینجا میبینید میتونم مقدارم براش تعیین کنم. و آدرس رو که میزنیم، همینجا که میبینید اگر آدرس رو اشتباه بزنم میگه که invalid آدرس. اینم نکته خیلی خوبیه که ما نتونیم آدرس رو اشتباه بزنیم، و اگر آدرس رو درست بزنم میگه که هر چقدر دوست داری میتونی دقیقا انتقال بدی. اینم از انتقال و دریافت. و حالا نکته بعدی که بود در مورد پپه، چون همینجور که میبینید من خودم توی ویدیوهای قبلی پپه رو بررسی کردم و یک کیف پول میخواستم که پپه بر بستر بی ای پی 20 رو ساپورت کنه، که حالا این کیف پول اینم ساپورت میکنه، که حالا توی ویدیوهای آینده بیشتر با این ولت کار داریم و گفتم که دقیقا این ولت رو داشته باشید. ولتم کاملا رایگان دوستان. حالا من این آموزشم ساختم که خودتون بسازید، ندید کسی براتون بسازه که اون کلید واژه ها رو داشته باشه. مراقب باشید دیگه، خودتون بسازید، خیلی ساده است و هیچ هزینه ای هم نداره. دوستانی که تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو اگر سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و برای حمایت از کانال کامنت برام بذارید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.